من خودم یه تجربه ای دارم برای آقایون عرض بکنم، حالا که وقتم بیشتر بوده خود بیشتر توضیح میدادم، ولی میخوام وقت نماز تنگ نشه انشاءالله. یه سفری من شاید بین 30 سال و 40 سال، حالا درست یادم نیست، شاید بیش از حدود 40 سال قبل، در یکی از شهرهای مهم ایران یک گرایشی پیدا شده بود. کسانی ترویج میکردن که ما همه چیز رو باید از قرآن استفاده کنیم و روایات و اینا اعتباری نداریم. یه آقایی که در این زمینه خود کار کرده بود و اومده بود با ما بحث کنه، مجادله کنه که شما باید هرچی رو اثبات میکنید با قرآن اثبات کنید. ما مقدمات یه جلسه تشکیل شده و تشریف آوردن اونجا و با هم صحبت کردیم و گفت که آقا من میخوام به طالبی سوالاتی دارم، شما این را از قرآن به من جواب بدید. گفتم اجازه بدید من یک سوال از شما میکنم، شما اونو با قرآن بیان بکن، بعد هر چی میخوای من جواب. خب بسیار. گفتم گوشت سگ در اسلام پاک یا نجس، خوردنش حلال است یا حرام؟ خب معلومه، خب گوشت سگ نجس و این است، خوردن گوشتش حرامه. گفتم از قرآن اینا اثبات کن. واقعی این بس واضحات شما بنا شد ما واضحات همه چیز با قرآن اثبات. گفت نه مقصودم این نیست. گفتم من برات اثبات میکنم که اصلا گوشت سگ حلاله، با قرآن اثبات میکنم. گفت این چه حرفیه میزنی شد؟ گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طائم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما او لحم خنزير او ما اهل به لغير الله. ما 4 چیز حرام داریم، گوشت خوک هست و میته هست و خون هست و چیزهایی که برای بت ها قربانی میشه یا به نام اونها ذبح میشه. در بین گوشت ها همین 4 تا حرام. گوشت سگ نگفت حرامه. تعبیری که من نگفت حرام است این چی میگه؟ اصلا من نمییابم چیز دیگه. لا اجدو فیما اوهی الی محرمن علا طائمن یطعمو، مگر این 4 چیز. گوشت سگ از اینا نیست. پس معلوم شد حلال گوشت سگ. دیگه نتونه زریف میزن. گفتم هر جا با هر آیه شما اثبات کردی که گوشت سگ حرامه، منم هر سوالی میخوای هم با آیه پهلویش هم میارم براد که اون مسئله شما رو با اون آیه ثابت میکنه. دیروز پریروز بود اتفاقا یک جایی از من در حرم امام رضا بود جای شما خالی، یه آقای اومد سوال کرد که من داشتم میرفتم تو راه، گفت که ما دستور در قرآن داریم که صلوات بر پیغمبر بفرستید، یا ایها الذین آمنوا صلوا. اما چه دلیل داریم که باید بر آل پیغمبر هم صلوات بفرستید؟ گفتم چه دلیل داریم که نماز صبح دو رکعته؟ گفتم همون آیه‌ای که نوشته نماز صبح دو رکعته، پهلوش هم نوشته که باید صلوات بر پیغمبر هم بر اهل بیت هم بفرستید، پس سلامات بفرست. اللهم صل علی محمد. خود قرآن می‌فرماید و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. تلاوت کردن آیه یه حرف است، تبیین و تفصیل مطالب مطلب دیگری است. لتتلو علیهم، پیغمبر یکی از وظیفه‌اش اینه که اون چی بهش نازل میشه تلاوت کنه. میگه این آیه بر من نازل شد، یترو علیهم آیاتی. اما یعلمهم یعنی چی؟ وظیفه پیغمبر غیر از تلاوت و ابلاغ متن لفظ، تبیین اون هست، باید جزئیاتش ها تفاصیلش ها اونا رو بیان بکنی، این کار پیغمبری. اگر میخواد قرآن اینا رو بگه باید یک دایره المعارف 100 جلدی بشه قرآن که هر چیزی را
با یه آیه نازل کنه. این خلاف حکمت الهی بود. وقتی خود قرآن میگه باید به اون پیغمبر مراجعه کنید، بعد خود پیغمبر به نقل متواتر شیعه و سنی میفهمد اینی تار کلوفی کبت سقلین کتاب الله و اطرتی، در کنار قرآن اطرت را ذکر میدرمید. خب به همون آیه که میگه هچ معاتا کمر رسول فخدو، وقتی میگه من برای شما اطرتم رو معرفی میکنم، خب اطاعت پیغمبر اقتضا میکنه این فرمایشوارم اطاعت کنیم، از اطاعتش هم اخذ بکنیم، استفاده کنیم. اینا میشه سند برای ما. اما بگیم ما نه، فقط حسب الله کتاب الله، هرچی تو خود قرآن قبول داریم دیگه هیچی قبول نداریم، خب باید گوشت سگ هم بخوریم و خیلی چیزای دیگه. حالا گوشت بعضی چیزای دیگه هست که اصلا گوشت ذکرش چندش آور است، خیلی چیزای دیگه هم رو باید بگیم اینا جایز حلال است، چون الان تا امنیت اماه داره. حتی نگفت در بین حیوانات، میگه لا اجدو فی ما اوحی ایرگ محرمن الان تا امنیت اماه. غیر از این چهارتا هر چی دیگه هست حلال. ما خیلی چیزا رو باید بگیم این طرف از قرآن استفاد میشه که اینا جایز خوردنش و حلال هم هست، به پاک هم هست. طبعا آیا مرحوم علامه طباطبایی وقتی میفرمان با فقط خود قرآن استناد بکنیم یعنی چی؟ یعنی اینا رو بذاریم کنار؟ احتمالش را دید میشه؟ ایشون میفرماد یه آیهی که میگه اقیم الصلات، اون صلاتی که از این آیه میخواد به شما بفهمانه، اون حالا اینجا نمیخواد بگه نماز چه جوره، میخواد انگیزه نماز خوندن در شما ایجاد کند. هدف از این جمله همینه، این همین از همین فهمیده میشه، احتیاج به چیز دیگه نداره. اما صلات چه تفاصیلی داره؟ اون باید بگه لتبین للناس ما نزل الیهم. اون چرا به اصطلاح ما طلبه ها میگیم باید اطلاق را در جایی گرفت که مقدمات حکمت تمام باشه، بگیم در مقام بیان مطلبی باید باشی، اون وقتی که اطلاق داشت اطلاقش حجته، اما که در مقام بیانش نیست. حالا نمیخواد بگه نماز چجور بخونی، میخواد اصل نماز خوندن را مورد تاکید قرار بده. یا زکات، قل از اموال و من ما رزقناهم ينفقون، یا و آتو زکات. خب زکات یعنی چی؟ یک کسی که روزی 1 میلیارد دلار درآمد داره در سال 1 دلار بده، خب زکات داده دیگه. حالا من گفتم 1 میلیارد دلار، خب شاید این مقدار مبالغه باشه، ولی کسانی هستن که روزانه ارقام سرسام‌آوری از جیب مردم ها به دست میارن با بهانه های مختلفی در کشورهای سرمایه داری. یه وقتی ما آمریکا بودیم، یکی از دوستان مکتوز نمایندگی ایران در اونجا بود، یه جایی رو به ما نشون داد، گوید یک صاحب این یک کارخونه ایست روزی 900 دستگاه خود رو تولید میکنه. تولید روزانه یک کارخونه ماشین سازی روزی 900 دستگاه. و اینجور سرمایه ها دارم، خب من مسلمانم، این ثروت هم دارم، سال 1 دلار میدارم انفاق زکات. و تو زکات میگم بیشت این که نگو اوی زکات بده، چقدر باید زکات بدن؟ خب قرآن که نگفته، اصلشو گفته. آیا اینجوره؟ تفصیلش رو باید از جای دیگه فهمید و در روایات ما به این نکته ها اشاره شده. وقتی گاهی از سرش رو ازشون سوال میکنن، میگن همونطوری که قرآن اصل نماز و زکات رو بیان کرد تفصیلش رو نفرمود، گذاشت به عهده پیغمبر، بعضی مسائل دیگری هم هست که اصلش رو بیان کردی، تفصیلش را در مقام بیانش نبودی، نه اینکه باید برای فهم این آیه از جای دیگه استفاده کرد. فهم این آیه نیست، فهم آیه فهم چیزی است که در مقام بیانش هست، این بیش از این در مقام بیانش نبود. پس اگر از روایت استفاده کنیم، معناش این است که برای تفسیر قرآن استفاده کردیم از روایت، برای تبیین و تفصیل احکامش استفاده کردیم.
یا قرائن زمانی، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بعد غدوت من اهل که تبوع المؤمنین مقاعد للقتال. اشاره می فرمد صبح از خونه بیرون اومدی و رفتی برای سامان دادن وضع جنگ. تبوع المؤمنین مقاعد للقتال، این چه روزی است؟ هیچ جای قرآن دیگه هم روزش هم معین نکرده که این چه روزی بود، روز چند شنبه بود، از چه ماهی، از چه سالی. اما اون وقت ناظر چون همه می فهمیدن مال جنگ احد بود. صبح از خونه بیرون رفتن در احد نزدیک مدینه و جاها رو سنگربندی کردن و افراد جا گذاشتن که امروز که اینا براش حمله کنه از کفار شما آمادگی داشته بود. خب حالا بخوام بفهمی از غدوت من اهلی چه روزی بود، بگیم حتی یه آیه باید پیدا کنی اینا بیان کنه. نه بابا، این آیه در مقام پیانش نیست. دارم اونایی که گفت از غدوته اون زمان بود و زمان حاضری بود، مخاطبیش هم میدونستن چه زمان. اما این آیه نمیخواد برای ما بفهمانه که چه در چه روزی جنگ احد واقع شده. اونی که در مقام بیانش هست اونا خودش داره، اگه به همین داشته باشه آیه دیگری بیان میکنه. اما نکته های دیگری ما حول و حوش اون موضوع میخوام استفاده کنیم، این نگفته حتما باید از آیات دیگه استفاده کن، آیه از بیانات خود پیغمبر اکرم یا از بیانات اهل بیتش که عترت پیغمبر هستن، گاهی از شواهد تاریخی قطعی، گاهی از روایات متواتر و چیزهای دیگری مطالب حول و حوش آیات استفاده میشه. همه اونها هم حجتن، معتبرن، در جای خودشون هم ارزشمندن، باید اونها هم رو یاد گرفت استفاده کرد، اما نه به عنوان تفسیر این آیه. تفسیر این آیه در حدی است که اون آیه میخواد با همون جمله مطلبی رو به شما القا بکنه. دیگه وقت بر گذاشته، همه شما را به خدا بسپارم. به عنوان خادم این مؤسسه از همه عزیزان تشکر میکنم که در این جلسه شرکت کردید. اجر همه شما با خدای قرآن و با به برکت عنایات ولی از ارواح و نافده خدای متعال انشاءالله ارواح علما و اساتید و حقداران ما، مخصوصا مرحوم آقای طباطبایی را از خزانه کرم خودش پاداش بده و بر توفیقات موجودین بیفزاید. ما هم را بیش از پیش از انوار قرآن کریم برای سعادت فردی و اجتماعیمون بهره مند بفرماید. صلی الله علی محمد و